در روسیه باز یک شهروند تاجیکستان محکوم گردید. رستم امام‌علی ایدی بود پرستی را احیا می کند. در شمال تاجیکستان 45 مساجد از طرف حکومت محلی بسته شد. شهروند تاجیکستان عبدالرحیم محی‌دینوف را دادستان حربی حوزوی کافکاز شمالی در همکاری نمودن با تروریستان عیبدار دانسته به مهلت 10 سال در کلونیای نظامش سخت از آزادی محروم نمود. در این خصوص سنه 24 ژانویه به خبرنگاران نماینده رسمی دادستان آلیونا کاتکالو خبر داد. محکمه دلیل های پیشنهاد نموده دادستان را در خصوص شهروند تاجیکستان عبدالرحیم محی‌دینوف که در شهر روستوف ندانو زندگی بزر می برده است و گویا اولی بهاری سال 2017 او می خواسته است به صف دولت اسلامی در قلمرو افغانستان بوده همراه شود تصدیق کرد ابراز نمود آلیونا کاتکالو. دادستان حربی حوزوی کافکاز شمالی شهروند تاجیکستان را با ماده های کودکس جنایی فدراسیای روسیه تیاری دیدن برای اشتراک در فعالیت تروریستی همکاری نمودن در فعالیت تروریستی عیبدار دانست. در وقتی گذشتن نظارت سرحدی در فرودگاه بین المللی شهر روستوف نادونو سنه 1 ایون سال 2017 محی‌دینوف دستگیر کرده شد. ساختار رستم امام‌علی یکی از تشبسکاران ایدی بود پرستی صدا خواهد بود که سنه 30 ژانویه در شهر دوشنبه در باغ مدنیتی و استراحتی دوستی خلق‌ها برگزار می‌گردد. در این خصوص آژانسی اطلاعاتی از یپلوس به منبعی خود تکیه نموده خبر می‌دهد. جشنواره صدا از جانب وزارت فرهنگ، خواجگی خشلاق و ماموریت پایتخت دوشنبه تشکیل کرده می‌شود. اینچنین در برنامه جشنگیری کنسرت با اشتراک آوازخوان‌های مشهور تاجیک در نظر داشته شده است. غیر از این 30 ژانویه در همه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان چاره‌بینی‌های گوناگون به مناسبت عید صدا گذرانیده می‌شود. در آخر ماه اکتبر سال گذشته از طرف پارلمان تاجیکستان به قانون درباره روزهای عید اضافه‌ها درآورده شد. من بعد هر سال 30 ژانویه در کشور عید بت‌پرستان جشن گرفته می‌شود. یاد رس میکنیم که صدا عید بت‌پرستی دینی زردشتی میباشد و تا آمدن دین اسلام به منطقه مذکور وسیع پهن گشته است. متخصصان قید میکنند که قصدن سبقت نمودن عیدهای بت‌پرستی از طرف رژیم رحمان معنای آن را دارد که حکومت میخواهد با واسطه چنین عیدها تأثیر اسلام را از حیات مردم دور بسازد. در شهر اصفهان شمال تاجیکستان با قرار حکومت محلی فعالیت 45 مساجد قطع گردید. در این خصوص سنه 24 ژانویه رئیس شهر اصفهان دلشاد رسول‌زاده در کنفرانس مطبوعاتی خبر داد. مسجدها با بهانه به معیارهای سانیتاری و به وضعیت مسجد موافق نبودن بسته شده است. ولی به تکلیف آن که مسجدهای مذکور را به ابیکت‌های اجتماعی تبدیل دادند، رسول زاده اعتراض بیان نکرد و ابراز نمود که اگر کمیته آید به کارهای دین اجازت دهد آنها را تعمیر نموده به اوبیکت های اجتماعی تبدیل دهند باکی ندارد. اما آنها را تعمیر نموده به حال خود واگذاشتن چی مانعگی میکرد به جواب ماند. باید قید نمود که اهالی شهر اصفهان طبق معلومات رسمی 261 و از 15 هزار نفر را تشکیل میکند. همگی در شهر 113 مساجد فعالیت می نماید و از آن 12 مساجد برای ادای نماز جمعه بوده 101 تای آنها محض برای ادای نماز پنج وقته مقرر شده است. یعنی در یک مسجد جمعه 21791 نفر راست می آید.